حضرت عیسی مسیح علیه السلام یکی از پیامبران اول العظم می باشد که صاحب شریعت و کتاب آسمانی به نام انجیل است. حضرت عیسی مسیح علیه السلام فرزند حضرت مریم سلام الله علیها می باشد و ولادت آن حضرت نشانه ای از قدرت خداوند تبارک و تعالی است. حضرت حضرت عیسی علیه السلام یکی از کسانی است که تولدش واقعا معجزه بوده و بدون پدر با اراده الهی به دنیا آمده است و داستانش از این قرار میگه حضرت مریم مقدس در گوشه از بیت المقدس داشت خلوت میکرد و عبادت میکرد و راز نیاز میکرد بعد میگه یک جوان زیبای آمد نزدش حضرت مریم میگه احساساتی شد و فریاد زد گفت به خدا پناه میبرم شما کی هستین منتظر جواب بود بعد گفتن که ما فرستاده خدا هستم ما آمدیم به شما یک بشارت بیتم که خدا به شما فرزند میده بعد حضرت مریم میگه تعجب کرد خب ما گفت که از کسایی هستم که پاک هم خلاصه نمیتونم فرزند داشته باشم اینا بعد گفت نه خدا میخواد قدرتش نشان بده که نه میتونه که حتی بدون پدرم ما فرزند رو به دنیا میاریم بعد به همین قسم میگه باردار شد و خلاصه بعد وقت حضرت عیسی علیه السلام به دنیا آمد بعضی ها این کار کردن گفت نه حضرت مریم حتما خلافی کرده خلاصه قبولش نکرد پاک رو بعد حضرت ایسا در کودکی به سخن آمد و پاک مادرش رو اثبات کرد حضرت مریم سلام الله علیه ها یکی از پاک ترین و صادق ترین زن زمان خودش بوده و از آنجا که یک صفت های خوبی در وجود حضرت مریم بوده خداوند متعال روح القدس را رو می تا تا اینکه در نطفه یا در رحیم حضرت مریم سلام الله علیها حضرت عیسی منشأ میگیره و متولد میشود ایسا بن مریم علیه السلام از دیدگاه دین مقدس اسلام یکی از پیامبران برگزیده خداوند و صاحب کتاب و شریعت است که برای هدایت بشر به سمت راستگاری و ستایش خداوند یکتا و بی همتا مبعوض شده است حضرت ایسا علیه السلام به اسم ایسا در قرآن کریم 25 بار آمده و به اسم مسیح 13 بار آمده من دو مورد را از عیسی و دو مورد را از مسیح خدمت شما عرض می کنم خداوند متعال در سوره سوره بقره آیه 87 میفرماید و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس این اولی و دومی سوره آل عمران آیه 45 میفرماید از قالت الملائکه از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمت اسمه المسيح عیسی بن مریم که در اینجا هم مسیح آمده است و هم عیسی این مواردی عیسی آمده بود و مواردی کی مسیح آمده است سوره معایده آه 7 میفرماید لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح بن مریم و مورد دوم سوره توبه میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح بن مریم هر پیامبری که از جانب خداوند مبعوض شده است دارای معجزه ای بوده است و حضرت عیسی علیه السلام نیز برای اثبات نبوت خیش معجزاتی را به مردم نشان داده است چون زنده کردن مردگان و شفای امراض صعب العلاج حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده کرده و مریض های جزامی را شفا داده و از جمله کارهای دیگری ایشان اینه که مادرزاد کور بوده آنها هم شفا داده که بینا شدن بزرگترین موجزه حضرت عیسی علیه سات و سلام که حضرت خیلی موجزه های بیشتری داشتن مانند تبدیل کردن آب را به شراب و همچنان تکلم ایشان در گهواره و خیلی موارد بیشتر دیگر من دو تا از موجزه های مهم آن حضرت را خدمت شما عرض میکنم یکی از موجزه های مهم آن حضرت این هست که مرده ها را زنده میکردم و موارد دیگر این هست که حضرت مریضهایی هایی که سخت جور می شدن یا ناعلاج بودن اونها را شفا می بخشدن. و موردی که حضرت عیسی علیه و سلام مریضی های ناعلاج را شفا می دهد در قرآن است که می و ابره الاکمه و الابرس من مریضهای های کور مادرزاد و مریضهایی هایی که مبتلا به مریض پیسی هست او را بهبود می دهم و شفا می دهند. کتاب حضرت عیسی علیه السلام که برای هدایت بشر از جانب خداوند فرو فرستاده شده است انجیل نامیده می شود اما این کتاب مقدس بر اثر گذشت زمان و قرون متمادی که مملو از حوادث بوده است دوچار تحریف های زیادی شده است کتاب آسمانی حضرت عیسی علیه السلام که در قرآن کریم در دوازده مورد به آن تصریح شده اسمش انجیل می باشد که یکی از آن موارد سوره حدید آیه 27 هست و مورد دیگر از سوره مایده آیه 46 می باشد. همان گونه که در میان سایر ادیان انشاباتی به وجود آمده و از یک دین واحد مذاهب متعددی سر برآورده است دین مسیحیت نیز مستثنا نیست و به شعب مختلف تقسیم شده است که هر یک پیروان خاص خود را دارند سه تا مذهب اصلی و بزرگ داره که عبارت از کاتولیک، پروتستان و ارتودکس می باشه که در واقع همین کاتولیک اصل مذهب مسیحیت است که بعدا به پروتستان و ارتودکس هم بخش بخش میشه که ارتدوکس مراکب از دو کلمه یا یکی ارتو یعنی درست و دوکس یعنی عقیده به معنی عقیده درست می میباشه و کاتولیک هم که مذهب بزرگ مسیحیت است و پروتستان هم یکی از بخش های مهم مسیحیت می میباشه که زیادتر در شمال آمریکا و شمال اروپا زندگی میکنه کاتولیک اکثریت مسیحیت را تشکیل میدهد یعنی اکثریت مسیحیت همین مذهب کاتولیک هست اینها که هستند و فروش بهشت و بخشش گناهان و مغفرت و, روح القدس به اینها اعتقاد داشتند حضرت عیسی علیه السلام بنابر دستور خداوند از آمدن پیامبری پس از خود که نامش احمد است بشارت میدهد حضرت عیسی علیه السلام در سوره صف آیه 6 بشارت داده که میگه وقتی من مبعوثی به پیغمبری شدم در واقع همون تورات تصدیق میکنم ولی وقتی که پیغمبر آخر الزمان که اسمش احمد است میآید و با معجزه هم میآید من حضرت عیسی را تصدیق میکنه در واقع بشارت به پیغمبر آخر الزمان داده که اسمش احمد حضرت عیسی علیه و السلام قوم بنی اسرائیل را نسبت به ظهور پیغمبر بزرگوار اسلام بشارت داده و میفرماید من فرستاده خداوند به سوی شما هستم و در حالی که تعیید کننده هستم توراتی را که قبل از من نازل شده بود و بشارت دهنده هستم شما را به رسولی که بعد از من می آید و اسم او احمد است مسلمانان معتقدند که حضرت عیسی مسیح علیه السلام توسط قوم یهود به صلیب کشیدن نشده است و او زنده است و هنگامی که حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهور کند حضرت عیسی نیز ظهور خواهد کرد و بر امام زمان خیش اقتدا نموده نماز میخواند و یکی از یاران حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف خواهد بود